دوستان، کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هم امروز کارش را با افتتاح جریان ثبت نام واجدین شرایط کار بر کمیسیون های انتخاباتی آغاز کرد. با وجود همه انتقادها و مخالفتها، کاری کمیسیون چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت؟ جهت بررسی امی موضوع خواستیم با محترم محمد نعیم ایوبزاده، معاون کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی که همکنون در استودیوی کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. آقای ایوبزاده، سلام بر شما و تشکر از وقتتان. تبریک باشه، کار آغاز کردین به گونه رسمی. کار شما چه مدت زمان را در بر میگیره و نتیجه کار شما چه زمان معلوم خواهد شد؟ سازا تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ما هم بنابی خود این موفقیت برای ملت افغانستان تبریک میگم که بالاخره ما آغاز داشتیم برای عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی و کار کمیته گزینش میتونه یک دریچه امید برای اعتماد سازی بین ملت و پروسه انتخابات در افغانستان باشه و تهداب گذاری برای ساختارهای سیاسی و ساختارهای انتخابی در افغانستان و ویژه در نظام دموکراتیک. خوشبختانه ما امروز تانستیم چهارمین جلسه خود برگزار کنیم. پیشرفت‌های زیادی داشتیم در این چهار جلسه و قرار است 1.5 ماه را در بر بگیره تا اینکه ما ماموریت ما تکمیل شه، فرست 21 نفر به کمیسیون مستقل انتخابات ما تهیه کنیم، نهایی بسازیم و فرست 15 نفر برای کمیسیون سم شکایت افغانستان. و این ماموریت ماست که در مدت 1.5 ماه از میکانیزم های متفاوت استفاده کنیم، شفافیت کامل وجود تضمین شود، مستقلانه کار خود پیش ببریم تا اینکه افراد شایسته را ما فرست کنیم و بفرستیم برای حکومت افغانستان و اونا بتونن انتصاب خود و انتخاب خود داشته باشند برای نهادهای انتخاباتی. آقای ایوبزاده، شما گفتین 21 نفر به کمیسیون مستقل انتخابات، 15 نفر به کمیسیون شکایت های انتخاباتی. چه تعداد واجدین شرایط را شما مصاحبه میکنین در کل؟ بر مصاحبه نهایی چند نفر شارت لیست یا در فهرست نهایی گنجانیده میشه و به خاطر گزینش نهایی، البته از مقامات ارشد گرفته تا کمیشنرا، کی مصاحبه نهایی را انجام میده با واجدین شرایط؟ خب ما قرار است تعداد بیشتر در اول اینا درخواستی خود کسایی که واجدین شرایط است و شهروندای ما اونا درخواستی خود میفرستن. پیشبینیش خیلی دشوار خواهد بود، ممکن 501,000 بیشتر درخواستی خود بفرستن. خوشبختان چون کادرای بیشتر در 10 سال رشد کرده در افغانستان در بخش‌های انتخاباتی، ما در 3 مرحله کار خود تکمیل میکنیم. مرحله اول یک مرور کلی می داشته باشیم برای اسنادی که در دست آمده اونا فرستادن، مرور دومی شارلست خود می داشته باشیم و مرور سومی کسایی رو شارلست میکنیم که 21 نفر می باشه برای کمیسیون مستقل انتخابات، که از 21 نفر زمانی که ما میفرستیم فرسته 7 نفر انتخاب میشه توسط رئیس جمهور برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نفر دیگه که ما فرست میکنیم، از 15 نفر 5 نفر انتخاب میشه توسط رئیس جمهور برای کمیسیون سم شکایت افغانستان. و ما میکانیزم های متفاوتی داریم به خاطر شفافیت، به خاطر شناسایی افراد شایسته بی‌طرف با تجربه که در قلب تارن به عنوان بهترین مدیرها در نهادهای انتخاباتی در آینده ایفای وظیفه کنن. از گذشته تا حال آقای ایوبزاده نگرانی در مورد معیارهای گزینش افراد و یا هم اگر کوتاه بگویم شایسته سالاری نگرانی وجود جدی مردم افغانستان بوده، خود در خصوص انتخابات و کمیسیون های مستقل انتخابات افغانستان، معیار بر پذیرش رئیس و معاون کمیسیون های مستقل انتخابات و سم شکایات و همچنان کمیشنرهایشان چی است؟ خب بدون شک نگرانی ها همیشه هست در کشور، اما واقعیتی است که مطابق فرمانی که صادر شده برای قانون تشکیلات و صلاحیت ها نهادهای انتخاباتی، چند معیار بسیار مشخص و واضح هست که شروع میشه از داشتن تابعیت افغانستان که یک تابعیت باشه، تحصیلات عالی، حداقلش لیسانس است، سن 35 سال و 5 سالگی باید تکمیل کرده باشه، تجربه کاری داشته باشه، مربوط به حزب سیاسی نشه و برای پستی که مربوط به کمیسیون سم شکایت افغانستان میشه کسایی باشن که تحصیلات عالی جان در بخش حقوق و یا شرعیات باشه. اینی از جمله معیارهای حقوقی هست که میتونه تضمین کننده افراد شایسته باشه. در کنار از این بحث‌های متعددی خواهیم داشت بین اعضای کمیته گزینش
گواهی‌شناختی که ما داریم و بحث‌های متعددی که با نهادهای دستن در کار می‌داشته باشیم به خاطر ارزیابی بهتر و مرور بهتر اسناد افرادی که اونا درخواستی خود می‌فرستند تا اینکه ما افراد بتونیم افراد خوب شناسایی کنیم. آقای ایبزاده، آیا کسایی که قبلا در کمیسیون‌ها کار کردن میتونن دوباره درخواست کار بدن؟ یک و دوم، آزمون اساسی در برابر کار شما تا کنون چی بوده؟ غیر از مسائل که شما نقد شدین، مشروعیتتان تا کنون به شکل جدیش از ولسی جرگه و از طرف نهادهای مدنی به دست ناوردین، آزمون دیگه شما، فرارای شما چی خواهد بود؟ در رابطه با سوال اولی شما باید گفت که مطابق قانون هر کی میتونه درخواست خود را بفرسته و ما بعدا مرور میکنیم و هر آنچه که فیصله اکثریت بود در کمیته بعدا اونمو مورد تایید همه قرار خواهد گرفت. آزمون اصلی و چند موردی که ما واقعا بر ما یک مشکل بوده در کنار بحث برخوردهای سیاسی یا تا میشه بگویم حقوقی، ساختارهای منتخب و سه قوه در افغانستان و ویژه دو قوه، خود منفی نگری متاسفانه در جامعه ما امروز که دیدیم منفی بیشتر جایگاه خود بد سوارده در جامعه و خود منفی بینی و منفی نگری خودش یک چالش بزرگ است که مردم افغانستان و به ویژه یک تعداد از رسانه تلاش میکنن که همین دید منفی و بی‌اعتمادی نسبت به کارکرده بیشتر رشد کنه و نمونیش کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که دید در اول دید منفی وجود داشت ولی خوشبختانه در زمانی که ماموریتشون تمام شد اینا با یک موفقیت بزرگ ماموریت خود تمام کردن و یک بسته تکنیکی را ارائه کردن برای اصلاحات انتخاباتی. مسئله فشارها و تهدیدها هنوز هم هست از آزمونایی که ما باید سپری کنیم، اما تعهدی که در بین کمیته وجود داره در بین اعضا، خب ساختارهای هستن بیرونی، افرادی هستن در بیرون و داخل، هر کدام نادیده نباید گرفت که تلاشهایی در گذشته هم صورت گرفته بود، امروز هم ممکن صورت بگیره. ساختارهای سیاسی که در افغانستان فعالیت میکنن یا نفع خودم میبینن یا نفعشان زیر خطر قرار میگیره، ولی ما خوشبختانه تعهد ما هست و تعهد ما زیر بنایش سرنوشت ملت است، سرنوشت دموکراسی است، سرنوشت جامعه مدنی است، سرنوشت انتخابات است و سرنوشت خود ما برای آینده ما در افغانستان. و این تعهد قوی و مستحکمی که وجود داره خوشبختانه در ماموریتی که برای ما سپرده شده که فهرست 21 نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات است، 15 نفر برای کمیسیون سم شکایت، انشاءالله موفقانه، بی‌طرفانه و مستقلانه پیش میبریم و نگرانی از دید ما وجود ندارم. ما از هیچ احراز نداریم و تلاش میکنیم که کار شفاف انجام بدیم. منتظر ازی هستیم که شما مالخیر مشروعیت کامل به دست آورده و کارتون نتیجه مثبت داده باشه. روز خوش.